این صبح دانشمندان عالمان و شاگردان و هواداران فیلسوف مشهور کشور موسی دین شایوف و نزدی بنای استقامتی اکادمیک ها در محله معروف با 7 کیلومتر پایتخت آمدند تا با ایشان ویدا کنند. در مراسم جنازه او چهره های شناخته و مسئولان حکومت کشور حضور داشتند. عالم ده ها رساله های تحقیقاتی، صدها مقاله و یکی از شخصیت های هستند که در ترجمه آثار ابوعلی ابن سینا و دیگر فیلسوفان نقش بزرگ دارند. با کمک و دستگیری به واسطه دینارشای و مکتب او اثرهای ابن سینا به زبان روسی، به زبان تاجیکی، از زبان عربی ترجمه گردیدند. موسی دینارشایوف 7 نوامبر سال 1934 به دنیا آمده، دکتر علم های فلسفه، اکادمیک اکادمی علم های تاجیکستان و دارنده جایزه دولتی به نام ابوعلی ابن سینا بود. اکبر تورسون دانشمند تاجیک میگوید موسی دینارشایوف در برابر فلسفه دیگر ساحه ها را نیز مورد تحلیل قرار میداد. من شخصا چیزهای نویشته ایشان را همیشه خوانده بودم، چون یک وقت تقریزم نویشته بودم پیش از حمایه دسرتاسیون دکتری و میدونم که قدر چه علم ایشان تا جو بود و انسانگری هم داشتن خب. اکثر دانندگان علم فلسفه در تاجیکستان خود را از شاگردان موسی دینارشایوف میدانند و درباره او از خاطراتشان قصه میکنند. اثرهای او نه تنها در دایره داخل جمهوری ما بلکه بیرون از آن در جمهورهای همزبانمون افغانستان و ایران و حتی کشورهای عربی که چون با فلسفه عربی هم سر و کار داشتند شهرت زیادی پیدا کردند. یعنی استاد دینارشایوف متفکری هستند، فیلسوفی هستند که دایره نفوذ و شهرتشان از دایره تاجیکستان خیلی بیرون رفته است. موسی دینارشایوف مؤلف زیاده از 100 مقاله و اثر علمی بوده، تحقیقاتش اساساً به تاریخ افکار فلسفی، اجتماعی و سیاسی خلق تاجیک نگرانیده شده است. به قول عبدالستار سعیدوف، نایب پرزیدنت اکادمی ملی علم های تاجیکستان، موسی دینارشایوف تا سالهای اخیر در این نهاد فعالیت میکرده است. موسی دینارشایوف سالیان زیاد دیرکتور اینستیتوت فلسفه رو به عهده داشتند. بعدتر دو مرتبه نایب پرزیدنت اکادمی ملی علم های تاجیکستان رو به ذمه داشتند و سالهای اخیر به صفت مشاوری پرزیدنت اکادمی ملی علم های تاجیکستان در فعالیت علمی و علمی تشکیلی اکادمی ملی علم ها سهم خیلی ارزنده گذاشتند. دانشمندان میگویند مرگ موسی دینارشایوف تلفات بزرگ در علم تاجیک است. اثرهایی که از او باقی ماندند برای رشد فلسفه در تاجیکستان و بیرون از آن وسیع استفاده خواهند شد.